افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب. بنده نیز عرض سلام میگم خدمت شما همکار عزیز و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. ممنونم جناب افضل رضا. در رابطه با آینده وضعیت مسلمانان هند با توجه به پیروزی دولت حاکم چه پیش بینی دارید؟ بفرمایید. ممنونم از این وقتتون. با توجه به نتایج غیر منتظری که حزب ناریندرا مودی رهبر حزب افراطی بھارتیہ جنتا در انتخابات اخیر هند منجر به شوکی بزرگ برای حزب ضد مسلمان و افراطی وارد شد، اینا مجبور شدن با چند حزب دیگه دست به ائتلاف زده و دولت فعلی رو تشکیل بدن. متاسفانه نه تنها ادعاهای حزب حاکم وقت یعنی دولت ناریندرا مودی برای حفاظت از حقوق اقلیت ها که بیشتر از اونها مسلمانان هستند نه تنها برآورده نشد، بلکه گزارش ها حکایت از اون داره که احزاب همسو با دولت ناریندرا مودی که دست به ائتلاف با این دولت زدن خواستار تشدید قوانین و سختگیری علیه مسلمانان در تمامی هند به ویژه در بحث کشمیر و مسلمانان شیعه در این منطقه هستش. با توجه به سکوت جامعه بین المللی در خصوص پدیده های اسلام هرز یا مسلمان ستیزی در کشور اروپایی، با توجه به جایگاه بین المللی هند با قدرت های غربی، انتظار نمیره که سازمان ملل و سازمان های حقوق بشر بین المللی بخوان هند رو به خاطر افرادگری ها علیه جامعه مسلمانان مورد محاسبه قرار بدن. هرچند صداها در داخل هند بلند شده، حتی نهادها و گروه های غیر مسلمانی نسبت به رفتارهای نجات پرستانه و آپارتاید دولت مودی معترض هستند و معتقدند که افرادگری های و تشدید اسلام ستیزه و مسلمان ستیزه در هند وجهه هندوستان در جامعه بین الملل و در نزد نهادهای بین الملل حقوق بشر رو پایین آورده. بله، با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.